سلام. سلام، خیلی خوشحالیم که برای 74مین جلسه در خدمت شما هستیم. کتابی که در این جلسه قصد معرفیش داریم کتاب سیر عشق اثر آقای آلن دوباتن که شخصا جدیدن خیلی بهش ارادت پیدا کردم و ترجمه خیلی زیبای خانم زهرا باختری. خب کتاب رو هم من به انگلیسی خوندم، The Course of Love، آلن دوباتن. آقای آلن دوباتن که ما قبلا توی برنامه ما با کتابی که از کتاباشون رو معرفی کرده بودیم، The Consolations of Philosophy، که تسلی بخشای فلسفه بود، که توی برنامه فکر کنم پارسال در موردش صحبت کردیم، این یکی از کتاباشون هست. اولین کتابی که ایشون نوشته Essays in Love یا جستارهایی در باب عشق، این رو در سن 23 سالگی نوشتن و در سن 47 سالگی اومدن این صحبتاشون رو تکمیل کردن. در مورد خود آلن دوباتن اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، چون توی برنامه قبلیمون مفصل صحبت کرده بودیم، ایشون در سوئیس به دنیا میان، یه 12 سال اونجا زندگی میکنن، به زبان فرانسه و آلمانی کاملا تسلط دارن. بعد در سن 12 سالگی پدرشون، چون از خانواده خیلی ثروتمندی بودن، ایشون میفرسته دبیرستان خصوصی هرو در انگلیس که خیلی هم معروف هست. اونجا دیپلمشون که میگیرن یه لیسانس تاریخ میگیرن در دانشگاه کمبریج و بعد از اون هم یه لیسانس فلسفه در کینگز کالج لندن میگیرن. بعد برای دکتراشون میرن هاروارد که میخواستن فلسفه فرانسوی بخونن. بعد پژوهشان رو رها میکنن، تحصیلاتشون رو کامل نمیکنن که بشینن کتاب بنویسن و از افرادی هستن که حالا بعضی میگن فردی هستن که نهایتا دوباره اومده فلسفه رو، تو برنامه هم اشاره کردیم، اومده فلسفه رو آورده جایگاهشون جایی که باید باشه، یعنی یه چیزی که یه علمی که کمک کنه انسان زندگی شادتری رو داشته باشه. در مورد این کتاب صادقانه باید وقتی این کتاب رو خوندم گفتم این کاش این کتاب رو زودتر خونده بودم و این کاش این کتاب یه کتاب، یعنی موقع ازدواج مثلا میگفتن شما باید این کتاب رو بخونی بعد بیای ازدواج بکنی، یا یه کورس دانشگاهی میشد بگیری بخونی. خیلی شفاف، خیلی زیبا، خیلی با تحلیل مشخصه که بعد از 23 سال اومده دوباره کتاب نوشه، مشخصه تجربه خیلی زیادی کسب کرده. یکی از قشنگی های این کتاب اینه که ما اکثر کتابی که در مورد ازدواج داریم میخونیم یا داستانایی که در مورد عشق و عاشقی داریم میخونیم، همشون اون نقطه نهاییش جایی که اینا با هم ازدواج میکنن و میگن خب خوشبخت میشن میرن دنبال زندگیشون، ولی واقعیت اینه که بعد از اون چگونه میگذرن، بعد از اون مشکلات پدید میاد، خیلی بی‌طرفانه، خیلی موشکافانه و خیلی معقول اومده اینا رو بررسی کرده، ضعف‌های انسانی رو اومده نشون داده با نکات خیلی زیبا در قالب یک داستان، البته داستان به سبک آلن دوباتن. من واقعا دارم میگم، مثلا روز داشتم میخوام تمتون صحبت میکردم گفتم که چقدر خوبه یه همچه آدم هایی تو دنیا وجود دارن. این کتاب یه کتابیه به نظر من باید کتابی باشه که هندی بوک باشه، باید بذاری توی کتابخونه تا چه اخبار مشکل پیش اومد ورداری یه مرور کنی بهش نگاهی بندازی، چون همه ما تو زندگیمون خواه ناخواه دچار مشکلاتی میشیم و این کتاب چقدر قشنگ اومده تحلیل کرد که اصلا مشکلات از کجا به وجود میاد و چقدر قشنگ راهکارهای معقول براش گذاشته که درک کنیم که اصلا ازدواج چیه، عشق عاشقی چیه، مفهوم رفتارهای اجتماعی ما، رفتارهای فردیمون از کجا نشأت میگیره، زوجمون طرف مقابلمون رو با چطور انتخاب بکنیم، با مثالهای خیلی زیاد، تربیت بچه‌ها، در مورد همه اینا صحبت کرده و من واقعا خیلی خوشحالم که همچین کتابی رو خوندم و بازم تشکر میکنم خودتون هم چطور معرفی کرد که بگیریم بخونیم. جای صحبت براش خیلی زیاده، از این از این کتابایی که به نظر من این جلسات کتاب خونی مثلا میشینیم دور هم دیگه کتاب های مثلا مایکل پروش و کتاب های دیگه هم میخونیم، این کتاب به نظر من کتابی که باید هر فصلش رو نشست تحلیل کرد و یک نکته خیلی اعجاب آوری که داخل این کتاب هست، آدم رو لخت میکنه میذاره جلو خودش، اون اسرار مگو و خیلی چیزهای زندگی خودت هم میاد مطرح میکنه و میبینی آقا تو غیر معقول نیستی، تو غیر طبیعی نیستی، این چیز طبیعیه، باید روش کار کنی، باید مدیریت کنی، این یه چیز طبیعیه، برای همه پیش میاد، این اون آزمون زندگیه. و خیلی حالا بخوام صحبت کنم که خیلی جا صحبت داره، بذاریم خانم تمتن هست
خب سبک آلن دو بوتون تو این دوتا رمان فلسفی که نوشته اینطوری که تو هر دوتاش اومده یه خانوم و آقای رو انتخاب کرده و از بعد و آشناییشون و اتفاقایی که میفته اینجا در مورد عشق و عاشقی و اون فرد مناسب پیدا کردن اینجا هم که بعد از اون هستش و سبکشون هم شکلیه که این داستان اینا رو که تعریف میکنه وسطش این فیلسوفه میاد و یه چیز جداگانه یه توضیحی میده و این توضیحا رو توی انگلیسیش اومده اون خطش مقدار تغییر کرده فونتی که چاپ شده توی فارسیش احتمالاً پاراگراف تغییر کرده و یه درسایی هم حالا وسط این داستانا داره تعریف میکنه همون که آقای طولی گفتن منم که کتابو خوندم میگم این برای من یه چیزی که داشت توی هر دوتاش اینجا دیگه مستقیم هم داره میگه ما عمدتاً این سیر رو درون ذهن این مرد داریم طی میکنیم من گفتم یکاش یه چیزی شبیه به همین وقتی میگم کتاب این شکلی خوندم غیر داستان ولی یه چیزی کاملا شبیه به این رمان رو که این داستان رو از ذهن درون ذهن یه زن اگه سیر میشد تعریف میکرد یه نفری خیلی برای من جالب تر بود چون میگم بیشتر توی ذهن مرد میگم رابطه با اون خانومش هم هست ولی بیشتر از ذهن یه مرد داره داستان رو تعریف میکنه و منم همینطور احساس کردم خیلی جاها وقتی داشتم میخوندم که خیلی اتفاقایی که توی ازدواجا بالا پایینا مسائلی که پیش میاد پس این منحصر به فرد مخصوص مثلا ازدواج من نبوده یه چیزیه که تو خیلی ازدواج ها یا بیشتر ازدواج ها اتفاق میفته و یه سری از مسائلی که ما داریم و ایشوهایی که داریم یا مسائلی که توی روابط هست این مشکل از اون فرد نیست مشکل از حالا مشکل نه شاید این خصوصیت انسان بودنه چون انسان هستیم این مسائل پیش میاد ولی خب وقتی آگاه باشیم که این جزء ویژگی انسان بودنه آدم بهتر میتونه باش برخورد کنه که من قطعا منم همینطور به نظر منم یه 20 سالی حداقل یا بیشتر دیر خوندم این کتاب رو و خودم بعد از این که این کتاب رو خوندم سفارش دادم 4-5 تا از اینا رو برای دوستای جوانم که تازه ازدواج کردن یا یکی دو سالی که ازدواج کردن که براشون اینو هدیه بدم خیلی جالبه میاد صحبت میکنه میگه دو نفر با تربیت‌های متفاوت حالا بر اساس برخورد و کوتاهی یا بلندی میان با هم ازدواج میکنن یا عاشق هم میشن ولی لب مطلب حرفی که داره میزنه میگه این خودشو بخوام بگم میگه عشق تنها شروع شغل نیست عشق مهارت درک کردن طرف مقابله مهارت اینه که شما هر چقدر طرف مقابل رو درک کنی بازم جایی هست برای اینکه نفهمیده باشی درک نکرده باشی چون تو بطن همه ما انسان ها نکات خیلی زیادی وجود داره که از کودکی تو وجودمون به وجود اومده حتی خود برای خودمون مکشوفه من خیلی قشنگ مثلا در مورد همه قهر کردن در مورد دلخور شدن و خیلی وقتا مثلا ما از شریک زندگیمون ناراحت میشیم تو دلمونم میگیریم چیزی هم بهش میگیم حرف هم میزنیم میگیم خب خودش باید میفهمید دیگه و قهر میکنیم میریم خیلی دلگیر میشیم بعد اومده اینه بررسی کرده چقدر جاله داره میگه که ما همجوری که بچگی هامون قهر میکردیم و پدر مادر توقع داشتیم درک کنن ما چرا قهر کردیم خب پدر مادر نسبت بچه کوچیک راحت‌تر میتونن درک کنن مشکلش چی بوده و برای چه قهر کردیم همون عادت رو آوردیم تو کهنسالی تو بزرگسالی هم داریم انجام میدیم همون بدون بیان کردن مشکل البته که ببین با بیان ساده و زبان ساده بیان کنیم چه عاملی موجب شده که من بر بخوره میایم قهر میکنیم میایم دلخور میشیم میایم دلگیر میشیم و توقع داریم شریک زندگیمون مثل بابا مامان دوران کودکی ما بیاد با یک علم خیلی بزرگی با یک احاطه خیلی زیادی درک کنه که من برایش قهر کردم و برایش ناراحت یعنی میگه اون عشقی که عشق رو از مادر پدر باید یاد بگیریم همونطور که بچه که گریه میکنه نمیگیم معمولا که این بچه داری گریه میکنه که حرص منو دراره یا مثلا با من مثلا مشکل داره هی میگیم شاید گرمشه شاید مثلا خیس کرده شاید گشنشه هزار تا اینقدر چیز میکنیم که ببینیم مشکلش چیه چرا با همسر خودمون این کار نمیکنیم اگه مثلا همسرتون اعصابش خورده یا نه چرا مثل یه مادر نمیگیم که خب بیایم ببینیم مشکلش چیه و از اون طرف که خب آیه طولی گفتن خودمونم یاد بگیریم بگیم انتظار نداشته باشین که طرف علم غیب داشته باشه یا توقع داشته باشین که من 25 سال ازدواج کردم خب دیگه باید بدونه دیگه همه چی رو احتیاج نیست که من بیام بهش بگم خودش باید نیاز منو مثلا بدونه که چی هستش یا مثلا منو درک کنه نکات خیلی زیادی هستش یعنی کسیه که واقعا
زندگی کرده و یه چیزی رو عمیق فیلسوف مثل یک فیلسوف زندگی کرده توی ازدواجش، خیلی چیزها رو از نزدیک لمس کرده که اومده در 47 سالگی اینو نوشته. و من خیلی مشتاقم ببینم که الن دوباتون 70 ساله احتمالاً دوباره یک کتاب دیگه خواهد نوشت که ببینم که اون موقع داستان چی خواهد بود. این تزلزل و یا اون دوگانگی که شما تو کتاب میگفت عنوان میکنه به خاطر فکر کنم دید فیلسوفانه است، چون اعتقاد بر این داره که انسان موجود پویاست. من الان با من 20 سال پیشم کاملا متفاوتم. ما اومدیم، دو نفر اومدن با هم تعهد کردن تا پایان با هم دیگه باشن، ولی این دو نفر با اون تعقل 20 سالگی یا 30 سالگی، با اون اخلاقات 20 سالگی یا 30 سالگی اومدن این تعهد انجام دادن. تو 50 سالگی کاملا متفاوتن، ولی بر مبنای یک تعهد کماکان باید هم دیگه رو کنار هم دیگه بیان جلو. یه چیز خیلی قشنگی داره میگه، میگه در برای این راهکار این اومده خیلی قشنگ داره صحبت میکنه، میگه که اگه میخواییم ازدواج بکنیم اولین شرطش اینه که از کمال طلبی دست برداریم. این فکر نکنیم یک شخصی میتونیم پیدا کنیم که کامل باشه. اصلا موجود کامل وجود نداره، همه ما دچار نقص های هستیم. خود ما نقص داریم، طرف مقابل هم نقص داره. اون مهارت کنترله، اون تعامل برقرار کردن ارتباط با هم دیگه است که نشون میتونه زندگی خیلی زیبایی بسازه. اینکه توقع داشتیم طرف مقابلم یک موجود کامل پرفکتی باشه در واقع یک خودخواهی احمقانه است که به جایی نمیرسه. یه نکته دیگه حالا بگم که بعد خانم تمتون پایان صحبت رو ببندن، در مورد مشاوره به روانپزشک مقابل خیلی جالب بود. حالا اون شرایط اون صحبت های اونجا میشه سوای زیباییش، یه نکته خیلی زیبایی داره، میگه کسایی که به این تعقل میرسن که برای حل کردن مشکلشون برن پلی یک شخص سالس متخصص توی زمین صحبت کردن، عمده راه رفتن. چون اینا میخوان مشکلشون حل بشه، دنبال این نیستیم که بگیم تو بدی من خوبم، میخوایم مشکل حل بکنیم. و پلی روانپزشک رفتن به نظر من یک عاملی میشه که طرف مقابلمون رو بهتر درک کنیم. اون کار عجیبی انجام نمیده، اون میگه سفره های دلتون رو باز کنیم، بدون تعصب بشینیم ببینیم مشکلاتمون چیه، ایرادات رو برطرف کنیم. دنبال دعوا نیستیم، دنبال حل کردن مشکل. در مورد ازدواج، تعریفی که از ازدواج کرده میگه که یه نوع گمبل، یه نوع قمار، یک نوع قماری هستش که خیلی آدم با امید خیلی زیاد، خیلی با سخاوت فراوون و محبت خیلی زیاد واردش میشه و این دو نفری هستن که خودشون رو نمیشناسن و اصلا هیچ ایده هم ندارن که نهایتا این فردی که دارن باشه ازدواج میکنن چه فردی ممکنه باشه و وارد یک آینده ای میشن که اصلا نمیدونن که توی این آینده چه اتفاقایی میفته و این توانایی، این آمادگی رو دارن که آزمایش کنن ببینن چه اتفاقی، یعنی کلا یک قمار خیلی بزرگی هستش. و حالا توی کتاب و توی مصاحبه‌ای که من دیدم ایشون خیلی مخالف این سینما و فیلم ها و حتی داستان، میگه هنر خیلی جاها چیز کرده، دشمنی کرده به انسان، تمام فوکوس روی اول ازدواج هستش، در صورتی که مهارت اگر داشته باشین هنر اونیه که توی ازدواج بعد از 20 سال چه اتفاقی میفته. وقتی به زن و شوهر میرسیم میگه خب چه شکلی با هم آشنا شدین، در صورتی که این تازه هیچی نیست، بعد بگین که خب این 20 سال چه شکلی دوام آوردین، چی کار کردین. اصل داستان اون ازدواج است، نه اینکه چه شکلی عاشق شدین و آشنا شدین و ازدواج کردین. به نظرم از این کتابایی که حتما باید خوند و هی مرور کرد، در موردش هم صحبت کرد که یه ذره بتونیم کیفیت زندگیمونو بهبود بدیم. یکی از نکات خیلی قشنگ داخل کتاب توضیح در مورد طبیعت بچه‌هاست. خیلی معقولانه با تفکر اومده و این ناملایمت هایی که از بچه آدم میبینه و اینکه فکر میکنی اصلا خدمتگزارشونی، داری خدمات مجانی میده، همین رو در داخل کتاب قشنگ متوجه میشه، قشنگ میخونی و اون عشق واقعی پدر و مادر به فرزند هم اینجا خوشو نشون میده. تا کتاب بعد. تا کتاب بعد.